الله لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله, الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین قسم به اشهد ان لا اله الا الله تو آمدی که بگویی علی ولی الله تو آمدی و ترحم شدن دخترها چقدر صاحب دختر شدند مادرها تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت بدین طریق چه آقا شدند نوکرها خدای خوب به جای خدای چوب نشست و با ازان تو بالا گرفت باورها بگو مدینه علمی علی در آن است بگو که واجب عینی است حرمت درها سلام از میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی تبریک میگم خدمت یکایک یک شما سروران گرامی سال روز به عصت پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ره و امیدواریم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره پیروان و محبین حضرتش انشاءالله ثبت و ضبط بگرداند با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور معززمان جناب دکتر توکلی و ویژه برنامه تهیه دیده شده که انشالله از محضر استاد بزرگوار استفاده خواهیم کرد و از طرف خودم و و نیابت از شما خوبان سلام از میکنم خدمت استاد محترم سلام علیکم استاد بسیار خوش سلام علیکم و رحمت الله خدمت بینندگان گرامی خواهران محترم برادران عزیز پدران و مادران بزرگوار در هر جای دنیا که هستند مخصوصا وطندارای عزیز سلام و وقت بخیر خیر عرض میکنم و ایام مبارک به اصطه رسول مهربرزی و اخلاق رسول اقلانیت و افت پیامبر مهربانی و پیامبر خوبی هم به شما و هم به بینندگان عزیز تبریک ارز میکنم امیدوارم که مطالبی که می میکنیم مورد استفاده بینندگان عزیز قرار بگیریم انشاءالله خیلی خوش استاد تبریک میکنم خدمت شما باشا. هم و الحمدلله که توفیق حاصل شد تا زیارت کنیم شما را و برنامه ویژه برنامه به عنوان گفتمان به سطح تهیه و انشالله که ما هستیم و بینندگان عزیز و انشالله میچینیم از این خوشه هایی که برمان خواهید آورد خوش. بسیار عالی خب چون مناسبت مناسبت به اسد هست و نزول باران رحمت باز شدن درهای آسمان به روی افلاکیان و زمینیان مناسبت مناسبت خاصی هست لازم میبینیم که در ارتباط با عنوانی که مطرح کردید که گفتمان به اسد هست بلد. عرای زیر داشته باشیم من خیلی کوتاه به عنوان مقدمه ارز بکنم که گفتمان پیامبران و گفتمان به اصد با گفتمان سیاسیون متفاوت است صحیح ما در جهان گفتمان های زیادی داریم گفتمان اهل سیاست گفتمان اهل فلسفه فلسفه ام. متفاوت هست با گفتمان بلد. پیامبران گفتمان شاعران گفتمان تاریخ تاریخ دانها، اما پیامبران چیز دیگری در واقع آن طرح دیگر را آوردن یعنی سخنی گفتن متفاوت با سخن فلاسفه سیاسیون در واقع تاریخ دانها مورخین شعرا و بقیه کسانی که در عرصه نظام اجتماعی دارای حرف و سخنن گفتمان پیامبر صلوات الله و سلام و علیه از نظر بنده پنج تا شاخصه مهم و اساسی داره مهم. که این گفتمان با گفتمان های دیگه متفاوت میکنه اولین شاخصه گفتمان به شاخصه اقلانیت هست دومین شاخصه شاخصه اخلاق مداری هست و مهربرزی سومین گفتمان و سومین شاخصه که این گفتمان ممتاز میکنه و متمایز میکنه از گفتمان دیگه گفتمان عدالت هست چهارمین گفتمان افت هست و گفتمان دیگری که حالا اگر فرصت برنامه باشه انشالله در این موضوع به صورت مفصل در حد وسع برنامه و وقتی که داده میشه بحث خواهیم کرد متناسب با شرایط ما اینجا صرفا در ارتباط با پیامبر به اندازه توانی که داریم حرف میزنیم به الا سخن گفتن در ارتباط با اقیانوس عظیم وجود پیامبر بالاتر از حد و حدود بشریت هست اما از این باب که خب سخن پیامبر سخنی است که مخاطب پیامبر بشر هست و ما هستیم تا روز قیامت لذا سعی میکنیم که پیام پیامبر را انشالله بشناسیم بفهمیم و در زندگی عمل کنیم انشالله گفت هم به قدر تشنگی باید چشید, چشید. انشالله که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی, تشنگی, باید, باید چشید. چشید انشالله که ما به حال به اندازه سعی که داریم استفاده خواهیم کرد و صد فرمودن گفتمان اقلانیت خب بحث اقلانیت وقتی مطرح میشه خب در جبهه متفاوتش بحث جهل مطرح میشه و خب زمانی که پیامبر اکرم به بعثت رسیدن تقریبا مشخصه دیگه که چی اوضاع و احوالی بوده و مطرح شدن بحث اقلانیت در ای افق زمان شاید کار خیلی ساده ای نباشه بله مهربانی میکنیم برای ما بیشتر بله بله قبل از اینکه پاسخ بودم به سوال حضرت عالی لازم بدونم این آیه شریفه بخونم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ظلال مبین ترجمه ای آیه شریفه خب معلوم هست قرآن میگه که خداوند در بین انسانهای بیسواد و جاهل و نادان، پیغمبری فرستاد از جنس خود اونها. این پیغمبر از جنس فرشتگان نیست که بگن آقای پیغمبر نمیتونه اصوه و الگو برای ما باشه. از جنس اجنه نیست. از جنس پرندگان و جمادات و نباتات بشر مثل بله بشر هست مثل ما هست. و بنابراین میتونه الگو باشه برای ما بعد خصوصیت این پیامبر قرآن چی میگه میگه که یه علیهم آیاته کارش تلاوت آیات است کارش در واقع آگاهی بخشیست است کارش کارش از بین بردن جهل و نادانی است نتیجه تلاوت آیات چی هست و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه تزکیه نفوس دوری از رضالت ها و خباست های اخلاقی و در واقع از بین بردن زمینه جهل و فساد در جامعه و تعلیم مردم خلاصه اقلانیت در واقع تعلیم و تعلم هست در جامعه ای که اقلانیت باشه انسان ها انسان های درهای مکاتب باز است درهای دانشگاه ها باز است در جامعه ای که اقلانیت باشه آلمان بر صدر می نشینند و جاهلان بر زیل می نشینند. در جامعه که اقلانیت باشه آلمان دهان بسته نیستند و آلمان در گوشه های خانه ها مخفی نیستند. اقلای قوم که همون دانشمندان قوم باشند اینها محترمند، عزیزند و سخن اونها شنیده می شود. در حالی که در جامعه جاهلی قبل از اسلام این چونی این نبوده شما ببینید کسی مثل ابو جهل که اصلا اونقدر یه آدم جاهل بوده که معروف بوده به ابو جهل پدر جهالت لعنی. همه کارهاش در واقع بوی از جهالت داشته این میشه جوز سران مکه ابو لحب پدر آتش اموی پیامبر هر جا میرفته آتش افروزی میکرده جنگ و نزاع و اختلاف و درگیری ایجاد میکرده این جزء سران مکه است هرچی روحیه وحشیگری و جهالت و جنگفروزی در بین افراد بیشتر بوده ارزش ایش... اصالت به همون بله بله ارزش و اصالت با این بوده و رئی این شخص رئیس بوده در جامعه <applause> و لذا جا میبینیم در جامعه جاهلی قبل از اسلام دانایان و قلای قوم انسان های آگاه در گوشه های خانه ها بودن پیغمبر آمد این نظام ارزشی رو عوض کرد کاری کرد که انسان های عاقل محترم و عزیز باشند لذاست که ببینید دفن کودکان دختر به صورت زنده به گور کردن اینها ای خودش نشان جهالته قرآن میفرماید که و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کذیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی سا ما وقتی که در خانه یک مرد فرزند دختر متولد میشد و به او خبر میدادند که تو صاحب دختر شدی از شدت عصبانیت و خشم صورت او برافروخته و سیاه میشد عصبانیت می بله بعد با خودش فکر میکرد که چه کند آیا این دختر را با شرمندگی و خجالت و احساس اهانت حفظ بکند زنده نگه دارد و همیشه تو سری خور باشه به خاطر داشتن مم. دختر یا او رو زنده بگور کند قرآن میگه الا سا ما یحکمون یکی از نشانه های جهالت این قوم بوده و دوری این قوم از اقلانیت و از بینش و دانش نکته ای که در ای یکی دو دقیقه قبل از کردم ببینید حضرت علی میفرماید که نشانه قوم جاهل و دور از عقل این است که پیغمبر مبعوث شد به ارزن عالم ها ملجم جاهل ها مکرم قبلش میگه فی خیر دارن و شر جیران پیغمبر در سرزمینی مبعوث شد که عالمان دهان بسته بودند و جاهلان, جاهلان, در صدر می نشستند خب جامعه ای که این چنین باشه به قول مولانا جلال الدین بلخی میگه جاهلان سرور شدستند و زبیم عاقلان سرها کشیده در گلیم هین روان کن ای امام المتقین امام المتقین اینجا پیغمبره بره. این خیال اندیشگان را تا یقین به اینها بگو که علم و عقل چیز خوبی است برای انسان بنابراین پیغمبر آمد جهالت و نادانیر و در واقع دوری از علم را تبدیل کرد به علم تبدیل کرد به تمدن عالم در جای خود باشه و عالم در جای بله خودش نشست بر صدر نشست و جاهل بر زیل نشست این جامعه از یک جامعه جاهلی تبدیل شد به یک جامعه متمدن درخشان مترقی انسانساز تمدن ساز بسیار تشکر میکنم استاد محترم به زمان میان برنامه رسیدیم به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود همراه ما باشیم هنگام سرور کائنات است امشب اوقات گرفتن برات است امشب بفرس مدام بر محمد صلوات زیرا که بهار صلوات استم اید رسول دو سرا آمده منجی عالم زهرا آمده سید افلاک سلام علیک خاجه لولاک سلام و علیک سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه به وقت بیداری و موضوع گفتمان به استد و در محضر سرور معززمان جناب دکتر توکلی هستیم استاد در قسمت اول برنامه بحث گفتمان اقلانیت داشتیم و یکی در جامعه ای که اشاره فرمودید طبق کلام امیر بیان حضرت امیر مومن علیه السلام و سلام که در این جامعه ای که عالم در جای خود نیست ساکت شده و جاهل به جای او داره نطق میگه و خب قطعا در این جامعه خیلی مشکلات به وجود می میایه و بحث تعلیم و تعلم در جامعه مطرح میشه ما قبل از که بریم سراغ برنامه موضوع بعدی که بحث اخلاق مداری باشه شاید سوال به ذهن بینندگان از ما خطور کنه که چطور در این جامعه چطور پذیرش تعلیم و تعلم میتونه صورت بگیره بله. در جایی که شرایط اصلا هیچ حاکم نیست اه. شاید در صدر اسلام گفته شده 16 نفر زیاد از نداشتن چطور پیغمبر میتونن این جو و حاکم کنن که مردم دنبال تعلیم و تعلیم اصلا پذیرا باشن این مسئله با. بسیار علی ببینید قرآن عظیم و شن در مورد پیامبر آیات بسیار زیبایی داره و پیامبر توصیف میکنه یکی از توصیفات پیامبر در قرآن این هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک علا خلق عظیم, عظیم. میگه پیغمبر تو اخلاق بسیار عظیمی داری قرآن به هر چیز عظیم نگفته <applause> چند مورد کلمه عظیم استفاده شده یکیشون جایی است که لغمان به پسرش میگه که یا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم مشرک نباش که شرک عزیز خدا یک بله. بزرگ بله عزید بشن. خدا شرک ظلم عظیم هست کل دنیا گفته که متاع قلیل هست علم بشر میگه قلیل هست و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا بله. بعد شرک میگه ظلم عظیم هست اخلاق پیامبر میگه اخلاق تو عظیم هست, عظیم هست. خیلی مهمه بله اینکه خدا بله. بگه که اخلاق تو عظیم هست شنوندگان و بینندگان عزیز ما میدونن حضرت علیه هم میدونید که پیغمبر با استدلال های فلسفی نیامد مردم مسلمان بکنه پیغمبر نیامد کلاس تشکیل بده و دانش آموز و دانشجو محصل بیاره بعد یک سری معلومات به خورد اینا بده اینا حفظ بکنن و بعدم امتحان بدن نه اصلا ایمان یک چون این چیزی نیست پیامبر آمد با اون اخلاق عظیمی که داشت ببخشید با اون بردباری و مدارایی که داشت با مردم با مهرورزی و محبتی که بزل میکرد به مردم در اعماق قلب مردم نفوذ کرد ببینید باز در جای دیگه قرآن میگه ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفذوا من حولك <applause> <مهارم> پیغمبر به خاطر مهربانی سعی صدر به شرح صدی که داشتی خ... خط... بله خطاهای دیگران می میبخشیدی با اینکه میتونستی انتقام بگیری ولی انتقام نمیگرفتی میبخشیدی تو اصلا مظهر رحمانیت بودی کسی در طول عمر تو یک بار نتونست در سلام کردن بر تو سبقت بگیره تو پیامبری بودی که دائما با لبخند با تبسم با دیگران برخورد میکردی و حتی زن یهودی که بر روی سر تو زباله میریخ او را هم میبخشیدی به تشی جنازه او میرفتی تو با این نفوذ عمیقی که از طریق اخلاق مداری ایجاد کردی در مردم در قلب اونها نفوذ کردی تو نیستی دین و ایمان و در واقع اقلانیت تو جامعه ده. نهادی نبکنی بسیاره. خب نتیجه عقلانیت چیه؟ اینه که انسان ها میرن دنبال تحصیل علم پیغمبر خودش عصبه است پیغمبر در واقع عقل کل است و کل العقل پیغمبر کسی است که قرآن دربارش میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر پیغمبر اسوه شماست اسوه هست در همه چیز در علم در آگاهی در, در واقع انتشار معرفت در انتشار مهرورزی و رحمانیت جامعه عربستان یک جامعه قبیله ای بدور از مدنیت بدور از علم بود که حرف اونها این بود که از برادرت حمایت کن ولی این که بر باطل باشد در مقابل کشته شدن یک شخص هزاران نفر کشته میشد توی جامعه پیغمبر آمد در این جامعه اخلاق نهادی نکرد نه چطور اخلاق نهادی نکرد؟ نه خلاصه اخلاق این است که حق هر فردی به او داده بشه خلاصه اخلاق در انصاف است پیغمبر خودش مظهر انصاف به عمل نشان ولی، در عمل خودش انصاف و مهرورزی به مردم نشان داد مردم به شخصیت او علاقه شدند شدن او رو الگو و اصفای خودشون قرار دادن لذا او انتقام گیری های سخت قبیله ای از بین رفت لذا فرهنگ حاکم فرهنگ بخشش و عفو شد فرهنگ انتقام از بین رفت فرهنگ جنگ های جاهلانه ای که در او زمان بوده از بین رفت تفاخورهایی که میکردن به جهالت ها و آدم هاشون از بین رفت جای خودش رو داد به تفاخر به علم تفاخر به تقوا تفاخر به فضیلت یک چون این جامعه ببینید در واقع اخلاق وارونه شده بود در این جامعه بله آمد ها... هر چیزی رو در جای خودش گذاشت ارزش ها در جایگاه خودش قرار داد و جامعه یک جامعه اخلاقی متمدن مترقی انسان ساز شد بسیار استاد محترم خدا کنه ما از بحث زیاد دور نشیم من سوالات در ذهن من میه خب ما دید مخاطب شما هستم یکی فرمودن خب پیامبر اسلام به عنوان عقل کل و بحث تعلیم و تعلم مطرح میشه خب یک شبهه ای هم مطرح شده که میگن پیامبری که به از خودش بله امیست چطور میتونه به کسی آموزش بده اگر برای ما بیننده بسیار عالی اصلا ببینید امی بودن پیامبر بی سواد بودن پیامبر خودش نشانه بر پیامبر بودنشون هست اگر پیامبر صلوات الله علیه به مدرسه میرفت و درس میخوند. او اتهاماتی که جهال عرب به ایشون میزدن می این قرآنی که آوردی این هازا الا اساطیر الاولین این ای قصه های بله های اقوام پیشین هست اینا برگرفته از تورات و انجیل اینا مال خودت نیست میگفتن تو شاعر هستی پیغمبر میگفت من شاعر نیستم من پیامبرم یا میگفتن تو رفتی در یک جایی تعلیم یافتی و آمدی حرفا رو به ما میگی اینا وحی نیست لذا پیامبر از طرف خدا به اراده خدا امی یعنی بی سواد شد بی سواد به این معنا که به قول حافظ گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد, صد مدرس, مدرس شد, شد. چون این پیغمبر پیغمبری است که علم الهی دارد پیغمبری است که به معراج میره شاید از پیغم... ظاهر نوشتن بله ظاهرا نوشتن نمیدونه اما چون علم الهی داره متصل به علم الهی هست ما ينتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها به جای میرسه که قرآن میگه ثم مدنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدنا به مکان قابق حسین میرسه این خودش بهترین معجزه است بر پیامبر بودن ایشون و اینکه هرچی میگه از خودش نمیگه متصل به علم الهی است متصل به اقیانوس بی نهایت معرفت و علم الهی و هرچی دارد از جبرئیل دارد بنابراین میتونه اسوه باشه از طرفی بشرم هست از کردیم فرشته نیست جن نیست جزء نباتات و جمادات نیست که نتونه اسوه باشه بشر مثل ماست بله باشه که الگو باشه که بتونه باشه. الگو باشه گل انما انا, انا بشر و مثل کم یو ها ها من مثل شما بشرم بشرم یعنی چی؟ یعنی گرسنه نمیشم نیاز به غذا دارم ام. تشنه تش نیاز به آب دارم من مریض میشم ممکنه که مریض باشم من خسته میشم بله خسته میشم نیاز به خواب دارم من این شما هستم نیازهای بشری در من هست در شما هم هست پیغمبر هم مثل ما صلوات الله و سلام او علی نیازهای روحی داشت اما این نیازهای روحی به این معنا که پیغمبر هم غمگین میشد پیغمبر هم شاد میشد می اما چون متصل به وحی الهی بود لذا غم پیامبر هم خودش برای ما, بر ما حجت شادی پیامبر هم حجت پیامبر برای امور معنوی شاد میشد و برای جهالت امتش ناراحت میشد لذا قرآن میگه که حریص علیکم پیغمبر نسبت به آگاهی شما نسبت به, به هدایت شما. هدایت شما بسیار حریصه عزیز علیه ما از اینکه که میبینه شما جاهلین بسیار ناراحته نا. قصه میخوره از اینکه که میبینه شما با هم دیگه دائما در حال جنگ و نزاع و درگیری هستید او بیشتر از شما ناراحته چون او میفهمه و شما نمیفهمین مم. لذا فرمود که در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام بسلام. پیغمبر در یک منظره و منزل بالا است که جهل قوم خور میبینه و بر اونها افسوس میخوره و تلاش میکنه اینا از این هتات از این حفره عظیم جهالت که در او گرفتار شدن در بیان و برن توی جاده مستقیم هدایت و آبادی و آبادانی و اخلاق مداری و بسیارانه. خلاصه 23 سال به اسات پیامبر این شد که همو مردم جاهل تبدیل شدن به امار یاسر مقداد ابوذر سلمان هانی ابن اوروه انسان های درخشان که تاریخ ساخت حالی که علم روانشناسی میگه که برای زدودن یک اخلاق رزیله باید حداقل یک نسل شد 20, -20 سال تر شد بله بله ولی بله ما میبینم اینطور که فردین در, در, سال, در سال, بله. سال چه واقعا اه. تحول ایجاد شده که او احسن کسی احسن. که دختر خود حاضر می شده زنده بگور کنه و حال دنبال علم آمده و او برای گرسنگی همسایش جوش می زنه هرس می خوره ام. بسیار مسترم تشکر میکنم بسنسان. از مطالبی که فرمودید و رسیدیم به زمان میان برنامه ما قبل از میان برنامه ما پول ارتباطی خدمتش شما بینندگان اعلام میکنم برای مثبت 964 780 255 413 پل ارتباطی ما و شما بزرگواران است میتونید در واتساپ سوالات و نظرات و پیشنهاداتتون برای ما رای کنید انشاءالله بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود وجودت, وجودت رحمت للعالمین است. است وجودت, وجودت رحمت للعالمین است, است. نگین نگی آسمان جان زمین است دلم پروانه چشمان مست است سرم سرمست صحبای الست است دو چشمت کهکشانی در دل من حضورت آسمانی در دل من خدا با نام تو پیوست جان را شروع خل رنگ آسمان را دلت باران نگاهت سبززاران وجودت محور اعجاز امکان تو دریایی که اقیانوس جان است ولایت ماه هر هفت آسمان است توی آن چلچراغ آفتابان علی در سایت ای جان جانان تو آخر بودی و اولترینی دلیل آفرینش در زمینی یقین دارم که خورشید وجودت بریزد بر دلم از شرق جودت خدا نام تو را احمد نهاده خودش خاک وجودت آب داده سلام ای بهترین امید هستی سلام ای نام تو آغاز مستی من از صحبای شیرین, شیرین. تو مستم تو هستی جان سبب من نیست هستم شب عالم بدون تو خراب است که بودن به حضور تو عذاب است تو در عالم برای حق خلیلی تو در خلقت تماما بدیلی تو خورشیدی بتابان نور بر ما تو صحرای بیفشان تور بر ما تو نامت نقش دیوار وجود است حضورت در دل من هست و بود است خلایق به حضورت نیست نامی حضورت در دو عالم زندگانی چراغ هستی عالم محمد محمد <تصفح> محمد چراغ هستی عالم محمد خدایت در دو عالم کرد سرمد تو پایان غزلهای خدایی تو شه بیت تمام انبیایی خدا با پنج انگشتش سخن زد تو آن جامی که هستی در تو گنجد الا ای هفت بند هستی من که عشقت در کمنده هستی من خدا تنهاست تو تنها ترینی اگر چه قاب و قوسینش قرینی من این شب باده از جام تو نوشم شراب از کوسر نام تو نوشم توی آن شه سوار آفرینش توی آن تاجدار آفرینش من اینجا چارده قرنست و دورم من اینجا چارده قرنست و دورم من از تو دورم و اینجا کورم و سلام علیکم ماه فرو ماند از جمال محمد سر نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلت نیست در نظر قدر با کمال محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری و با موضوع گفتمان به ست مهمان لحظات شما خوبان هستیم و استفاده میکنیم از محضر سرور عزیز ما جناب دکتر توکلی استاد محترم در دو قسمتی که در خدمت هم بودیم بحث گفتمان اقلانیت و اخلاق مداری را بحث کردیم میمونه سه محور دیگه که ما انان صحبت هم تو که دست شما بوده و باشه انشالله ولی در تایم ما باید بحث واقع بینی و عدالت و عفت هم داشته باشیم بسیار علی. من خیلی کوتاه چون وقت هم اندک هست عرض میکنم ببینید یکی از گفتمان های پیامبر گفتمان واقع بینی است به این که معارفی که در دین اسلام هست معارف حقیقی و واقعی و مبتنی بر واقعیت هست یعنی در اسلام اسطوره‌سازی‌های های خیالی خیال پردازی هایی که در بعضی از ادیان بشری وجود داره وجود نداره هر چیزی که گفته شده توسط پیامبر و در سنت پیامبر آمده و در آیات قرآن عظیم و شن آمده عین حقیقت هست من یک مثال میزنم مثلا از هندویزم از دین هندو و یا بله. از دین بودا مثلا ببینید در دین هندو چیزی داریم به نام نیروانا نیروانا یعنی جهان آرامش جهان بدور از رنج بودا معتقد هست که ما در دنیا رنج میبریم و باید تلاش بکنیم با رعایت زهد و ریاضت و دوری از دنیا تا برسیم به نیروانا خب این چیز کاملا خیالی است ما چیزی به نام نیروانا در ای دنیا نداریم حالا مباحث تخصصی دانشگاهی اینجا مطرح نمیکنم در جای خودش باید مطرح بشه این دنیا درش رنج هست اما در واقع لذت معقول و مشروع از دل همین رنج ها در میاد بله، لقد ن الانسان فی کبد دشواری که هست دیگر. بله دشواری هست اما فلسفه رنج ها این هست که ما تا این رنج نکشیم به کمال نمیرسیم. نمیرسیم قرآن خیلی راحت میگه میگه ان مع العسر ان مع یسرا شما بعد از اینکه سختی تحمل کردید به آسانی میرسید زندگی ما حرکت روی یک جاده صاف نیست ما روی یک حرکت زیگزالی داریم یعنی باید از سختی برسیم به آسانی از مشکلات برسیم به رفاه این یک حقیقتی است که وجود داره قرآن و رفاه هم با دادن میفهمه بله قد میدونه بله میفهمه این یک حقیقتی است که قرآن نقل میکنه و میگه ولی شما ببینید در ادیان دیگه خیال پردازی ها و اسطوره سازی هست در یونان قبل از میلاد مسیح شما کتاب هومر و اودیسر بخونین اونجا شعر شاعران یونان پر از استور سازی های خیالی است و در واقع ستاره ها مثلا خدا میدونن و از دریا توقعات عجیب و غریب دارن از جنگل از اینا ببین اینا خیال پردازی است گفتمان پیغمبر گفتمان واقعیته لذا پیغمبر میگفت من مثل شما لباس میپوشم مثل شما غذا میخورم مثل شما در بازارها راه میرم مریض میشوم اما متصل به وحیم و شما رو دعوت میکنم به واقع بینی نشان واقع بینی این هست که بله از خیال پردازی ها از استور سازی ها برای این و سعی بکنین که عقل خور حاکم بکنین بر زندگی این گفتمان واقع بینی که خب چون فرصت هم اندک هست بهن. گفتمان عدالت. ببینید اصلا عدالت یعنی استیفای حقوق مولانا میگه عدل چه بود اندر در موضعش ظلم چه بود وضع در اش بعد مثال میزنه میگه عدل چه بود آب ده اشجار را ظلم چه بود آب دادن خار را اگر آب بدیم به درخت درخت نیاز به آب داره خب این میشه عدالت ولی اگر این همین آب بریزیم تو یک جایی که هیچ استفاده ازش نمیشه میشه ظلم در واقع به قول شهید متحری هر استعداد طبیعی نشان یک حق طبیعی است عدالت این است که حق هر موجودی رو به خودش بدیم انسان حق درس خواندن دارد استعداد درس خواندن دارد پس حق درس خواندن دارد لذا پیغمبر دعوت به تحصیل کرد دعوت به علم کرد فرمود باز در آیه شریفه دیگه داریم ان الله یامرکم ان تعدل الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اگر در جایی شما قدرتی داشتید و ثروتی داشتید اولا امانت به اهلش بدین که خودش یکی از مصادیق عدالته و بعد هم اگه خواستین حک... در واقع حکم بکنین حکم عادلانه بکنین یک پدر در محیط خانواده حاکمه باید نسبت به همسر و فرزندان خودش عادل باشه. باشه یک معلم در محیط سنف حاکمه باید عدالت بورزه عدالت عدالت فقط در بحث پیشنمازی بله فقط <applause> این نیست بله امام جماعت باید عادل باشه که شما در زندگی خودمون بله, بله. یک دکاندار در, در خرید و فروش خودش باید عادل باشه یک کسی که وزیر هست در, در تقسیم این موهبت ها باید عدالت بورزه یک قاضی باید عادل باشه همه ای ما باید عادل باشیم این عدالت یک گفتمانه یعنی در تمام قسمت های زندگی ما باید جاری و ساری باشه استاد بخشید ما در یک کورسی بودیم بعد همی استاد بزرگه که گپ میزد خب سعی میکرد دیگه ایسوسوره یکی از بچه خفه شده بود یک دو جلسه نامد گفتن چی شده چرا فلان ده؟ یه گفته که استاد ما سعی نمیکنه عجب جالب بود برای ما که شاید میشه گفت که حتی در این نگاه کردن هم ادالت جایگاه بله، داره بله بله حتی در نگاه کردن ما روایت داریم که به پدر میگه اگر فرزندانت یکی میبوسی دیگری هم ببوس. ببوس اگر یکی نوازش میکنی او فرزند دیگر هم ب... در ادالت در تقسیم نگاه در تقسیم محبت عادل باش و گفتمان آخر که گفتمان افت هست ببینید جامعه جاهل جامعه است که از اخلاق و از افت به دور هست در جامعه دست. که افت نباشه زنان و مردان او جامعه تندار نباشند مسلط بر هواهای نفسانی نباشند سنگ روی سنگ بند نمیاد نظام خانواده از بین میره و در واقع در این جامعه یک میشه مثل نظام جنگل هر کسی به هر کسی ظلم میکنه هواهای نفسانی و شهوت و غضب حاکم میشه پیامبران دشمن شهوترانی و دشمن غضبن بینندگان عزیز ما در جریان هستند. پیامبران با ارزا عادلانه غریزه جنسی از طریق مشروعش مخالف نیستن دشمن شهوت نیستن به معنی بله،, بله دشمن شهوت رانی هستن. رانی هستن یعنی پیغمبر آمد گفت آقا غریزه شهوت یک غریزه طبیعی است از طریق ازدواج در در کانال خودش در مسیر خودش میتونین مثل بقیه نیازهای در واقع جسمانی ایر هم ارضا بکنین و لذا فرمود که ان نکاح سنتی فمن رقیب ان سنتی فلیس منی هر کس که از ازدواج دوری بکنه از من نیست باز در جای دیگه فرمود که هیچ بنایی در اسلام بنا نشده که احب الله باشه یعنی <applause> خدا او بیشتر از بنای ازدواج دوست داشته باشه انسان ها دعوت میکنه به ازدواج بعد در جایی میگه اگر شما توان ازدواج ندارین فلیستعف فلدین لا یجدون نکاهن اگر نمیتونین ازدواج کنین لاقد افت بورزین <applause> چون در جامعه که افت ورزی نباشه ارز کردم نظامات اخلاقی وارونه میشه او جامعه به سمت انحطاط و فساد و عقب موندگی و به سمت سقوط حرکت میکنه پیغمبر انسانها ها دعوت میکنه به این که بر شهوت خودشان بر غضب خودشان و بر زیاد خواهی های در واقع تمامیت خواهانه خودشون فائق بیان و سعی بکنن که مسیر عقل و عقلانیت و عفت و عدالت و مهرورزی و واقع بینیر در پیش بگیرن سیالی. و فرمودن که اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت, نخانی نخوانی واقعا یکی انسان به این درجه برسه من خواهش میکنم از اتاق فرمان که بفرمایید ما چقدر زمان داریم که نتیجه گیری را در خدمت استاد باشیم تقریبا سه چهار دقیقه زمان داریم استاد به عنوان احسن. نتیجه گیری مزید. بحث گفتمان بعثت انشاءالله خب ما عرض کردیم خدمت بینندگان گرامی که خلاصه بحث اینه که گفتمان پیامبر و گفتمان پیامبران با گفتمان سیاسیون متفاوت است در سیاست اصل گفتمان به دست آوردن و حفظ قدرته به هر شکلی که ممکنه پیامبران یک چنین کاری نمی‌کردن پیامبران معتقد نبودند که هدف وسیله را توجیه می‌کند پیغمبران قدرت را برای احقاق عدالت در جامعه و از بین بردن جهل جاهل میخواستند. پیامبران گفتمانشون با گفتمان عالمان و اندیشمندان علوم تجربی هم متفاوت است گفتمان پیامبران با گفتمان شعرا هم متفاوت است خلاصه ای گفتمان پیامبران در این پنج مقوله خلاصه میشه یک گفتمان عقل مداری و عقلانیت يعني. و مخالفت و مبارزه با جهالت که نتیجهش میشه جامعه عالم اندیشمند فرهیخته فرزانه ای که به سمت ترقی و توسعه حرکت میکنه گفتمان دوم گفتمان اخلاق مداری بود نه. که عرض کردیم در جامعه که گفتمان اخلاق مداری باشه حق هر کسی به او داده میشود داده میشه. و انصاف حاکم هست گفتمان سوم گفتمان واقعی بینی, واقع بینی بود داشت. که ارز کردیم در جامعه که گفتمان واقعی بینی باشه خرافات بدعتها خیال پردازی استور جاهلانه وجود نداره انسانها با عقل خودشون زندگی میکنن و عقل از نظر اسلام و پیامبر در واقع یک هدیه بسیار ارزشمند الهی است که میتونه دنیا و آخرت ما بسازه گفتمان بعدی گفتمان عدالت بود ارز کردیم در گفتمان عدالت انسان ها به میزان تلاش، تلاشی که میکنند استحقاقی که دارند ارزش های وجودی که دارند در جامعه از مواهب قدرت و ثروت برخوردار میشن و این گفتمان گفتمان نیست که جامعه به سمت توسعه و مدنیت و پیشرفت میبره،, میبره و گفتمان آخر گفتمان افت بود که ارز کردیم افت یک فضیلتی است که اگر در یک جامعه ای و در یک مردمی و در یک نسلی وجود داشته باشه این نسل و این جامعه از سقوط در سراشیبی های در واقع بی اخلاقی و فساد و انحطاط به دور میمونه و جامعه مسیر ترقی مسیر رشد و مسیر تمدن در پیش میگیره و هر چیزی در جای خودش در واقع اشباع میشه به نتیجه میرسه به سرانجام میرسه جامعه مثل یک درختی است خلاصه از کنم مثل یک نه. درختی است که اگر به او در جای خودش آب و نور برسه خاک مناسب داشته باشه میکنه. باغبان نه. خوبی داشته باشه که پیامبران باغبان ای گلستان هستند میتونی درخت به سمر برسه نتیجهش میوه بسیار خوبی است که وقتی شما میخورید کام جان شما شیرین میشه بسیار رو. تشکر کنم استاد محترم بسیار مطالب ارزنده بود و همچنین از همه شما ارزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودین تشکر میکنیم بلغ العلا به کمالهی کشفت دجا به جمالهی حسن جمیع و خصالهی علیه و آلهی اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم همه شما از آن را به خدای مهربان می سپاریم خدای رو نگه دارتن. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم